سلام، من رضا هستم، اهل افغانستان. من در ولایت دایکندی متولد شدم در یک خانواده مسلمان. من از 6 سالگی یا 7 سالگی پدرم منو فرستاد در یک مدرسه اسلامی که در اونجا قرآن رو یاد بگیرم، قرآن بخونم. در اون جامعه‌ای که من زندگی می‌کردم، خوندن قرآن مهم بود و نه درک کردن اون که چی از قرآن درک داریم. و من اینو در یک سال اونجا یاد گرفتم. و در اونجایی که من قرآن رو یاد میگرفتم و اون معلم ما یک آخوندی بود یا هرچی، آدمی خشنی بود که در اونجا هر کسی اگر نمیتونست قرآن رو درست بخونه یا یاد بگیره و آزار اذیت میکرد، یعنی شلاق میزد، کتک میزد. و این خشونت ها رو من در اونجا دیدم، خودم اینو تجربه کردم و من یاد گرفتم قرآن رو در اونجا. و همچنین در اون جامعه‌ای که من زندگی می‌کردم، می‌دیدم کسانی را که مسلمان بودن، دو تا برادر بودن از یک خانواده و می‌جنگیدن با هم دیگه، یکیش در یک گروه و دیگری در گروه دیگه، و هر دو طرف مسلمان بودن و وقتی اینا می‌جنگیدن با هم دیگه، هر دو طرف الله اکبر می‌گفتن. و این خیلی سخت بود برای من، خیلی مشکل بود. و همچنین در اون جامعه که من زندگی میکردم، مردها زنشون رو کتک میزدن، بچه هاشون رو کتک میزدن، و این چیزی بود که برای من سخت بود، آزاردهنده بود. و من با این حال میخوندم قرآن رو، میخوندم همیشه، برای اینکه فکر میکردم این وقت قرآن رو میخونی یک کار خوب میکنی، یعنی ثواب میکنی. تا سن 18 سالگی من قرآن رو میخوندم و نماز میخوندم. همچنین در اون کلاسی که ما میخوندیم قرآن، در اونجا مسائل دینی رو برای ما آموزش میداد که اصول دین هست در اسلام. و همچنین از جهاد صحبت میکرد که ما چطور بر علیه کفار بجنگیم، جهاد کنیم. و همچنین در اونجا در قرآن از این صحبت میکنه که وقتی زنت از حرفت پیروی نمیکنه، یعنی حرفت گوش نمیده، اجازه میده به مرد که زنش رو شلاق بزنه، کتک بزنه. در اونجا خوندم من و این برای من سخت بود. و اینها چیزهایی هستند که در جامعه افغانستان خیلی زیاد است. همچنین وقتی من اذان رو میشنیدم، این برای من آزاردهنده بود و این برای من سخت بود. من یاد کسایی میافتادم که این الله اکبر رو میگن و همدیگر رو میکشن، دو تا برادر. و همچنین در افغانستان فعلا هم این وجود داره که به اسم الله، به اسم خدا، دو تا برادر با همدیگه میجنگن و همچنین اقوام زیادی با همدیگه میجنگن. و این باعث شد که من کم کم از اسلام دور بشم. و این حتی این کلمه ی الله اکبر شنیدن برای من سخت بود، نماز خوندن برای من سخت بود. و من سعی کردم دور باشم از اسلام و از این جلسات قرآن خوندن از اینا فاصله گرفتم و از مسجد رفتم که برم نماز بخونم در اونجا فاصله گرفتم. و این برای من کم کم مشکل ساز شد و اذیت میکردن کسانی که در اطراف من بودن. آنها میگفتن چرا تو در مسجد نمیای، چرا نماز نمیخونی، چرا در جلسات قرآن خوندن نیستی. و من جوابهایی داشتم که نمیتونم بیام یا سری کار هستم اینا. و من چند وقتی کلن اسلام رو ترک کردم، بدون دین بودم. همچنین من علاقه زیاد داشتم به جغرافیا و همچنین یک کتابی به اسم اطلس جامع شروع کردم، اونو
خوندن بفهمم که این جهان چطوری به وجود اومده و چطور هست. در اونجا من تصویری از کتاب مقدس رو دیدم و همچنین اونجا فهمیدم که چه کشورهای مسیحی هست و مسلمان هست و یا ادیان دیگر هست. و من تصمیم گرفتم که کتاب مقدس رو بیشتر بشناسم و ببینم که این مسیحی ها چجور انسان هایی هستن و چی رو میپرستن. و قبل از این من شنیده بودم که مسیحی ها یک انسان رو میپرسته به عنوان خداوند و همچنین شنیده بودم که مسیحی ها سه تا خدا رو میپرستن و اونها کافر هستن. من تصمیم گرفتم بیشتر بشناسم که اینها کی هستن و عیسی مسیح کی هست. کم کم شروع کردم از طریق اینترنت، از طریق گوگل، از طریق یوتیوب درباره کتاب مقدس بیشتر بدونم و کتاب های صوتی رو من گوش می دادم، انجیل رو و تورات رو و همچنین فیلم های تولید شده از طریق مسیحیان که از انجیل یوحنا، انجیل متا، انجیل لوقا گرفته شده ساخته شدن و همچنین کتاب های عهد قدیم تورات، اینها رو تماشا کردم و من فهمیدم که محبت هست در مسیحیت و همچنین این که میگن سه تا خدا رو میپرستن این درست نیست. و من سعی کردم بیشتر و بیشتر مسیحیت رو بشناسم و هر چقدر من بیشتر مطالعه کردم، هر چقدر بیشتر شنیدم، دیدم خیلی فاصله زیاد با اسلام داره. همچنین که من گفتم در سوره توبه در قرآن نوشته از جنگ و اینکه یک انسان خداوند الله در اسلام گفته یک انسان رو مقرر کرده برای کشتن یک انسان دیگر که باید اگر کسی کفر بود تو باید اونو بکشی. همچنین شلاق زدن یک شخص در آیه در سوره نساء آیه 34 من دیدم اینها در کتاب مقدس اینطور نیست. در کتاب مقدس میگه شما باید دشمنانتون رو محبت کنید. در کتاب مقدس میگه شما زن و فرزندتون رو محبت کنید. و این بر علیه اون چیزی است که در قرآن ما میبینیم که میگه دشمنانتون رو بکشین. و این چیزی بود که واقعا قلب من رو لمس کرد تا من بیشتر عیسی مسیح رو بشناسم. و هر چقدر من بیشتر کتاب مقدس رو خوندم، کتاب مقدس از محبت گفتن. من تصمیم گرفتم که به عیسی مسیح ایمان بیارم. پر از کینه بودیم، پر از نفرت بودیم و در اسلام من یاد گرفته بودم که وقتی کسی به من بدی کنه من باید انتقام بگیرم. ولی در مسیحیت باید من عوض می شدم، یعنی تولدی دوباره پیدا می کردم. کسی که به من بدی می کرد من باید می بخشیدم، باید اونو محبت می کردم و این یعنی تولدی دوباره که من در 21 سپتامبر 2018 اینو تجربه کردم و ایمان آوردم به عیسی مسیح و نجات عیسی مسیح رو دریافت کردم. و بعد از اون من بیشتر به کلیسا رفتم و روزهای یک شنبه پرستش میکردم خداوند عیسی مسیح رو. همچنین تلاش کردم بیشتر یاد بگیرم با برادران ایماندار من که در اونجا بودن. قبل از این که من به عیسی مسیح ایمان بیارم من یک انسانی خشن و انسانی بودم که پر از گناه بود. و از زمانی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم من همونطور که گفتم تولدی دوباره یک انسان جدیدی شدم. یعنی اون انسانی که قبلی بود من اون انسان نیستم، من یک انسان جدید هستم. انسانی که قبلی من بودم دنبال کینه، دنبال انتقام، دنبال جنگ بود و انسانی که در عیسی مسیح هست انسانی هست که دنبال این هست که حتی دشمنان خودتو باید محبت کنی. و این فرق اسلام در مسیحیت هست و این تغییری که من کردم این هست که قبل از این من با همه دشمنی میکردم و حالا که در عیسی مسیح هستم میتونم حتی دشمنان خود رو ببخشم و محبت کنم.